به حال فکر کردین اگه زمین از اینی که هست بزرگتر بود چی میشد؟ زندگی توی سیاره بزرگتر مثلا 2، 3، یا حتی 10 برابر زمین چه فرقی میکنه؟ کنار ساحل ایستادن و تماشا کردن آب دریا و اقیانوس، عظمت شهرها، فرصت داشتن محیطی بزرگتر چه کیفی میده؟ اما با یه نگاه کلی به بزرگی جهان، زمین سیاره بسیار کوچیکی به چشم میاد. حتی در منظومه شمسی خودمونم جای چندانی نمیگیره که برسه در مقایسه با کهکشانها، سحابیها و خوشه‌های ستاره‌ای. زمین داخل منظومه شمسی در مقابل قولهای گازی مثل مشتری و زحل مثل یک کوتوله به نظر میرسه. از بین 8 سیاره منظوممون زمین 4 سیاره کوچیکه. اما اگه همین زمین 10 برابر بزرگتر میشد چی؟ آیا این امکان وجود داره؟ این موضوعیه که در این ویدیو از پاراگراف بهش میپردازیم. اگر برای اولین بار هست پاراگراف رو تماشا میکنید، کانال رو سابسکرایب کنید تا سایر ویدیوها رو از دست ندید. در سال 1992، الکساندر وولشتان و دیل فریل اولین ابرزمین یا سوپر ارث رو کشف کردند. این سیاره 4 برابر زمین اندازش بود. ابرزمین در تعریف ناسا به سیاراتی گفته میشه که جرمی بیشتر از زمین دارن ولی نسبت به قولهای یخی مثل نپتون و اورانوس سبکترن. جنسشون میتونه از گاز، سنگ یا ترکیبی از هر دو باشه. اندازه‌شون هم میتونه 2 تا 10 برابر زمین باشه. اما در منظومه شمسی چنین سیاره‌ای مثل ابرزمین نداریم. این نوع سیارات ابرزمین در اصل به سایز و جرم اونها اشاره داره، نه اینکه واقعا مثل زمین قابل سکونت باشن یا حتما شبیهش باشن. مثلا در یکی از ویدیوهای اخیری که چند روز پیش داشتیم در مورد سیارات ترسناکی که کشف شدن بود، یک سیاره داشتیم به نام 55 کنکری ای که ملقب به جانسن بود و کلی الماس داشت و یه بیکارم روش قیمت گذاشته بود. اون سیاره یک ابرزمین بود، هرچند که هیچ شباهتی به خود زمین نداشت. در سالهای مختلف فضاپیماهای ناسا هنگام گشت و گذار و چرخ زدن تو فضا اجرام آسمانی بیشماری رو که سراسر جهان پراکنده شدن کاوش کردند. تا اینکه در چند سال گذشته تلسکوپ کپلر ناسا در حین جستجوی ستاره ها و سیاره های جدید تعداد سیارات سنگی عظیم و ابرزمین ها رو کشف کرد. دانشمندان هم به فکر فرو رفتن که تکامل و تاریخ ما روی یک توپ سنگی بزرگتر چطور تغییر میکنه. زندگی در یک ابرسیاره با جرم 10 برابر زمین موضوعیه که میشه از 2 جهت بهش پرداخت. اول اینکه ما شرایط الانمونو داشته باشیم و یهو زمین 10 برابر بزرگتر بشه. پس بیاین با اصول اولیه شروع کنیم و فرض کنیم زمین بزرگ جدید همون چگالی یا دنسیتی زمین الان رو داره و فقط جرم یا مس درش تغییر میکنه. سیارات بزرگتر نیروی گرانشی بیشتری ایجاد میکنن. بنابراین اگر جرم زمین 10 برابر بشه، بلافاصله متوجه تغییر تو جاذبه سطح میشین. محاسبات ریاضی رو بذاریم کنار. اگر شما الان 70 کیلو وزن داشته باشین، در زمین جدید حدوداً 150 کیلو خواهید بود. حالا باید سعی کنین 2 برابر وزن خودتون رو تحمل کنین. فکر میکنین عضلاتتون به اندازه کافی توانش رو دارن؟ شما باید با این وزن هم راه برین، بدوین و ثابت بیستین. قطعاً دچار مشکل میشین. این تأثیرات فقط هم برای شما نیست. ساختمون‌ها روی وزن خودشون فرو می‌ریزن. محیط زیست به هم می‌ریزه. درخت‌ها دیگه نمیتونن وزن شاخه‌هاشون رو تحمل کنن و خیلی راحت در هم میشکنن. اما یک حالت دومی هم بود که گفتیم از 2 جهت بهش میپردازیم. تو این حالت اگه زمین از همون اول پیدایش 10 برابر بزرگتر بود چی؟ اگه تاریخ سیاره سبزمون رو با اندازه 10 برابری بازنویسی کنیم چه اتفاقی میفته؟ از موجودات زنده شروع کنیم. به لطف افزایش گرانش، موجودات ممکنه به سمت پایین کشیده بشن و از بیرون گسترش پیدا کنن. به زبون خودمونی اینجوری میشه: قدشون کوتاه‌تر میشه، حجمشون بیشتر و چاق‌تر میشن. بلندترین درخت‌ها هم پهن میشن و گل‌های تنومند روی ساقه‌های ضخیم و شاخه‌های کلفتشون شکوفا میشه. حیوانات عجیب‌تر به نظر میرسن چون پاهای قدرتمندتری خواهند داشت. دیگه با این پاهای قوی حیوانات سرعتی رو نداریم. دیگه خبری از یوز پلنگا با سرعت 110 کیلومتر در ساعت نیست. دیگه عقاب تو هوا سلطنت نمی کنه. یه گوشه لابلای کوها قدم می زنه.
انسان ها چی؟ چه اتفاقی برای ما میفته؟ مسلماً مثل هر گونه دیگه بدن ما هم به شدت تغییر میکنه. نظریه پردازا تصور میکنن انسان ها یکی از این دو حالت براشون اتفاق میفته. اگه به عنوان نسل شکارچی تکامل پیدا کنیم، ممکنه تقریباً مثل خرس ها متراکم و چاق و آروم بشیم. اگرم به عنوان یک موجود صلح‌آمیز تکامل پیدا کنیم، ممکنه مثل آهو سبک و لاغر بمونیم. با تغییر شکل انسان‌ها، جامعه هم به همون شکل تغییر پذیر میشه. فرض کنیم انسان‌ها در یه سیاره بزرگتر قامتی کوتاه‌تر می‌داشتن. دیگه خونه‌های چند طبقه‌ای که می‌ساختیم ممکن بود به اندازه خونه یک طبقه الانمون باشه. بسیاری از تجملات مدرن هم ممکنه دیگه وجود نداشته باشن. در یک ابر سیاره سفر هوایی هم میتونه یه چالش باشه. افزایش گرانش پرواز رو بسیار سخت میکنه. به همین دلیل سفر فضایی تقریبا غیر ممکن میشه. برآوردهای فعلی میگن حتی افزایش 50% شعاع زمین پرتاب راکت ها رو غیر ممکن میکنه. اما جرم زمین رو اگر 10 برابر کنیم، شعاعش بیش از 100% افزایش پیدا میکنه. ماهواره ها، ایستگاه های فضایی و فرود روی ماه دیگه اتفاق نمیافته. ممکنه تا ابد روی همین زمین گیر کنیم. بیاین به جنبه های مثبتش نگاه کنیم. زمین که الان حدود 510 میلیون کیلومتر مربع مساحت داره، اونجوری بیش از 4 میلیارد کیلومتر مربع میشد که میتونیم کلی جا واسه کشف کردن داشته باشیم. درخت‌ها، کوه‌ها، جنگل‌ها، طبیعت یخ‌زده، همه اینا شکل دیگه‌ای خواهند داشت. حالا همه اینا رو گفتیم، ولی یه سوال مهم پیش میاد. میدونیم که زندگی رو سیاره بزرگتر خیلی متفاوته، اما اصلا در وهله اول زندگی رو چنین سیاره‌ای میتونه شکل بگیره یا نه؟ یک ابر زمین با چالش‌های زیادی روبروه. یه سیاره کوچیک‌تر خطر برخورد بین سیاره‌ای نداره. در طول سالیان زمین به سختی از تعدادی فجایع کیهانی جون سالم به در برده و فرار کرده. حالا یه سیاره بزرگتر هم چندان خوش شانس نیست، چرا که اجرام کیهانی زیادی رو به خودش جذب میکنه. هر یک از این برخوردهای سیاره‌ای میتونن زندگی رو اونطور که ما میشناسیم شکل ندن و به هم بریزن. مسئله بعدی هسته مذاب داخل زمینه که از فلزات مایع تشکیل شده. این فلزات میدان مغناطیسی زمین رو حفظ میکنن. این میدان هم سطح زمین رو از بادهای خطرناک خورشیدی محافظت میکنه. اگر سیاره ما 10 برابر بزرگتر می بود، هسته از حالت مایع به جامد تبدیل می شد. یک هسته جامد میدان مغناطیسی رو ضعیف می کنه و سیاره رو در معرض بادهای خورشیدی ویرانگر قرار می ده. می تونید به سطح خشک و بیروح مریخ نگاه کنید. چیزی که وقتی بادهای خورشیدی سطح یک ستاره رو می خراشن روی مریخ اتفاق افتاده. یک هسته بزرگتر انرژی بیشتری تولید میکنه که داخل خود سیاره به دام میفته. انرژی برای فرار از درون سیاره به یک راه نیاز داره. پس راهی نمیبینه جز فوران آتشفشانی که از درون زمین به سطح میریزه. آتشفشان هم چیزی نیست که بشه الکی گرفتش. با گذشت زمان همین فورانها دمای کره زمین رو افزایش میدن. دانشمندا هم نمیدونن دما چقدر بالا میره، اما بیشتر موجودات تو این حالت زنده نمیمونن. بازم تصور کنین به هر شکلی که شده زندگی تونست روی این زمین جدید شکل بگیره، به طوری که در برابر گرما و بادهای خورشیدی مقاوم باشه. نیازهای اساسی برای زندگی در بسیاری از سیارات سنگی تو جهان ما به آب بستگی داره. این سیارات آبی اقیانوسهای بزرگی رو داخل خودشون جای دادن. سیاره بزرگتر ممکنه آب داشته باشه، اما ممکنه به دلیل دمای بالای سطح غیر قابل سکونت باشه. یک ابرزمین هم ممکنه به یک سیاره بخار تبدیل بشه. آب بخار میشه و به اتمسفر میره. تشکیل حیات هم تو سیاره‌ای که پوشیده از بخار داغه مسلماً شانسی نداره. سیاره ما شاید در برابر سایر سیارات منظومه خورشیدی کوچیک‌تر باشه، اما اگه بزرگتر میبود شاید امروز زنده نبودیم. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.